خب من یه چیزی رو قبلا با شما مطرح کرده بودم، الانم میخوام بپرسم. با توجه به حرفه‌ای شدن موضوع ارتباطات سیاسی و تبلیغات سیاسی و رشد آگاهی عمومی که ما یک رابطه‌ای بین اینها گرفتیم و تکنیک‌ها و تقلب‌ها، حیله‌ها، نیرنگ‌ها، حالا اینها که بُعد منفیش بود ولی خب بُعد مثبت هم میتونیم بگیم، و روش‌های جذب و تولید سرمایه اجتماعی و غیره، ما با یک کالایی شدن سیاست روبرو هستیم و احتمال داره که حتی اوضاع از این پیچیده تر بشه. یعنی قولها به شکلی داده بشه، شعارها طوری دسته بندی بشن که این میزان از آگاهی که شما میگید هم کافی نباشه. برای اون چه باید کرد؟ بله، خب این در واقع این یک مسئله آگاهی شهروندان، یک مسئله است که کلا جزء اون پیش نیاز دموکراتیک مطرحه. دقت کنید که ما گفتیم که خب رالز فرض میکنه که افراد پشت پرده که میرن میشنن اونجا، خارج از علایق طبقاتشون میخوان تصمیم گیری بکنن، به دموکراسی معتقد باشن، بدنه جامعه هم به دموکراسی معتقد باشه. این خود حکومت دموکراتیک یه مسئولیت خیلی بزرگی رو برای شهروندا ایجاد میکنه. دقت کنید که مثلا در یه حکومت پادشاهی، خب عاقبت تصمیمات جامعه میفته به شانس این که بچه این پادشاهی چجوری عذاب برد، ولی توی یه حکومت دموکراتیک عاقبت تصمیم جامعه، یا اون که به خطا بره یا تصمیمات خوبی گرفته بشه، به میزان توجه شهروندا به واقعیت موجود، به میزان انرژی که صرف میکنن که وظایف شهروندیشون رو انجام بدن. الان اکثر جوامع دنیا مردم 4 سال دنبال زندگی و عیش و صفای خودشون هستن، بدنه جامعه رو میگم، و بسیاری از مردم اون وسط بلکر، و موقع انتخابات که میشه، حالا ما بهشون میگیم آقا شما بین اقتصاد نئولیبرال مثلا هایاک و اقتصاد کینزیان کدومشو انتخاب میکنی که ما پیاده بکنیم؟ این آقا حالا اگه فرض کن که بابک بره و از اینا سوال بکنه، مثلا معلوم بشه که آقای ایکس کینزیانه و آقای وای هایاکیه، فرض کن اصلا معلوم شد که اصلا نمیذارن معلوم بشه، همونطور که گفتی با کلکایی که میذارن، فرض کن معلوم شد این شهروند از که تمام وقتش رو داره صرف مثلا تماشا کردن بسکتبال میگذرونه، چجوری میخواد بین هایاک و کینز اقتصاد، این دو مدل اقتصاد، هر دوشون هم اقتصاددانن ولی شون دو تا چیز مختلف میخوان، دو تا اقتصاد مختلف به وجود میارن، چجوری شهروند میخواد بین این دو تا رو انتخاب بکنه؟ و این یه مشکل بنیادی هستش که همه علاقمندان به دموکراسی باید در جهتش تلاش بکنن. که باز دوباره همونطور گفتیم داریم راجع به ایدئال ها صحبت میکنیم دیگه، همه باید سعی بکنن که جامعه رو به اون سمتی پیش ببرن که شهروندا بیشتر و بیشتر، مثلا اگر سالی 10 دقیقه وقتشون رو صرف شناخت تئوری های مختلف سیاسی، تئوری های مختلف اقتصادی، صرف فهمیدن خواسته های خودشون. الان نصف مردم ایران صبح میگن ما عاشق رضا شاه هستیم، بعد از ظهر میگن ما چرا دموکراسی نداریم. یعنی شما فکرشو بکن، الان شما هم از امروز یادداشت کن بگو فلانی هم عاشق رضا شاه هم دموکراسی دوست داره، هم میگه خدا کنه یه نفر دیکتاتور مثلا خردمند بیاد، هم که میگه چرا ما دموکراسی نداریم. خب این چرا همچین تناقضی تو خواسته بسیاری از ماها وجود داره؟ به خاطر اینکه رسیدن به یک سیستم عقیدتی سازگار زمان میبره، انرژی میبره، به جای اینکه بشینن تو مهمونی ها راجع به مثلا غیبت فلانی و لباس اون یکی حرف بزنن، برای اینکه بتونن یه سیستم فکری ساختاری سازگار درست بکنن باید انرژی مصرف بکنن. و خب انسان ها دنبال پس آف لیست رزیستنس هستن، یعنی مسیر کمترین انرژی. یک مقداری هم شما باید حق بدید به افراد مختلف که تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن، درگیری های شخصی دارن، همه آدم ها که علاقمند به سیاست یا این مسائل نیستن،
به شکل دیگری برای جامعه مفید فایده هستن و باید تمرکز بکنن روی کسب و کار خودشون، تخصص خودشون یا به هر حال فعالیتی که دارن انجام میدن. ولی من مثلا میگم برای شما یه تقسیم بندی هایی دیگه تقریبا جا افتاده است. میگن اگر آقای فلانی بیاد مثلا ایران کره شمالی میشه، یا اگر آقای ایکس بیاد ایران توسعه رضاخانی رو تجربه خواهد کرد، یا مثلا اصلاح طلب ها به دنبال ایده های آزادی خواهانه و دموکراسی و غیره هستن که شما فرمودید، یا مثلا ایران قرار آینده پاکستانی، چینی، هندی و غیره داشته باشه. ببینید در این قالب دارن مطرح میکنن دیدگاه های خودشون رو. این دستبندی ها رو چطور میبینید؟ آیا معتبرن؟ خودتون نگاهی دارید روش؟ یه مقدار توضیح بدید. ببین، من معتقد نیستم که ما فردا میتونیم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه شهروندان مقدار لازم برای وظیفه شهروندیشون انجام نمیدن. این نه انتقاده نه تشویق، یه مشاهده است. من به عنوان یک کسی که طرفدار دموکراسی هستم میدونم دموکراسی لازمش عدم دخالت خارجیه، عدم دخالت نظامیان در سیاست. شرایطش هم تو مقالم نوشتم و منتشرم کردم. میدونم که برای این چیزا لازمه. اینکه فرض کن که شهروندان به مسائل شهروندی خودشون توجه بکنن یکی از شرایط لازمشونه. حالا اینکه نمیکنن واقعیت موجوده دیگه. شما میگه حق دارن که نمیکنن. بله، پس اگر که واقعا مردم مثلا در ایران 16 ساعت کار میکنن، 2 ساعت فقط وقت آزاد دارن، اون 2 ساعت وقت آزادشون هم نمیتونن هیچ رو صرف تصمیم گیری بکنن که آیا ایران بهتره مثل هند بشه یا مثل چین. اینا دو تا الگوی توسعه هستن برای کشورهای جهان سوم. این یه مثال عملی من میزنم که ربطی هم به کره شمالی نداره. این خیلی مثال ساده است. این دوتا الگوی توسعه هر دوشون هم بیشترین توسعه رو دارن. یعنی الگوی توسعه‌ای که برای ما مفیده الگوی توسعه ژنو نیست، الگوی توسعه اتریش نیست. اونا 180 سال پیش در یه شرایط دیگه یه اپورتونتی داشتن، توسعه پیدا کردن رفته. الان ایران هم نزدیکش هستن، هم جامعه هستن، هم تو بریکس هستن. خیلی مشابهت داریم ما اینا. یک شهروندی که به هر دلیلی حق به حق هستن، چون گرفتاره، چون تحت تحریمه، چون صبح تا شب باید دو تا جاب داشته باشه، نمیرسه که بفهمه که آقا الگوی توسعه چینی رو اصلا میخواد یا الگوی توسعه هندی رو میخواد. این اگه اینو نمیدونه که چی میخواد و نمیتونه بدونه که آیا دوست داره که مثل چین بیشتر برابر باشه و هیچ آزادی نداشته باشه، یا مثل هند نابرابری داشته باشه، مایه از مردم خاک بخورن ولی شرکت تاتا موتورز هم داشته باشه. این سوال جوابش حتی برای منم سخته که الان دارم خود این سوال رو مطرح میکنم و بهش فکر کردم. برای رسیدن پاسخ این سوال شهروندانی که نمیتونن وقت بذارن جوابشون رندوم خواهد بود و به تحریک احساساتشون توسط رسانه ها بستگی پیدا میکنه. این یه واقعیته. این نه انتقاده نه غیر انتقاده. به همین دلیل هست که من با تحریم ها مخالفم. تحریم ها در کشور جهان سوم باعث میشه که احتمال وقوع دموکراسی به وجود آمدن جامعه مدنی رو کاهش بده. من با تحریم ها به همین خاطر مخالفم. اصلا اگر از من بپرسی تو چرا با تحریم ها مخالفی، یکی از دلایلش دقیقا همینه. چون من میدونم که به حق که شما داشتی از حق مردم طرفداری میکردی، به حق فرصت نخواهم داشت که شهروندان خوبی بشن، لذا من با تحریم مخالفم. این واقعیت و برای من دست تعیین کننده است. یعنی برای من چیز اکشنبل داره، آتکام اکشن، نتیجه قابل عمل داره. من همیشه سعی میکنم من اصخایی میکنم در گروهی که در واقع معتقد هستن این شکل از دموکراسی کار نمیکنه، یا اساسا وقتی که وارد مشارکت میشن مشارکتشون تأثیر کافی نداره، یا تصور میکنن که در یک دنیای زندگی میکنن که برنامه ها از قبل چیده شده، با این افراد چگونه باید صحبت کرد؟ ما در دنیای زندگی میکنیم که خیلی متأخر قسمتی از جامعه زیادی هستن که باسواد شدن.
در ایران، در آمریکا، در همه جای دنیا برگردیم به 1900، می‌بینیم میزان باسوادی که حداقل این است که شما بتونید پلتفرم افراد مختلف رو مطالعه بکنید. مثلا رئال زو اینا رو بذار کنار. ما به تازگی بشریت به این مرحله از بلوغ رسیده که اصلا ایده دموکراسی بشه پیاده کرد. اولین دموکراسی 1770 خورده، 1770 خورده، یعنی اصلا اینقدر متأخره در تاریخ بشر، 2300 ساله که اصلا اکسپریمنت شده. من اومدم گفتم به خاطر همین مشکلات، گفتم فقط کسایی که ملک دارن، مثلا تو آمریکا تا قرن 20 فقط کسایی که ملک داشتن حق رأی داشتن، فقط مردا حق رأی داشتن، زنا اصلا حق رأی نداشتن. رفتن فایت کردن و فایتشون هم بر اساس واقعیت بوده، یعنی میزان سواد در زنا افزایش پیدا کرده، قدرت اجتماعی سیاسیشون افزایش پیدا کرده، رفتن حق خودشون رو مطالبه کردن. کم کم دموکراسی انقلابیون آمریکا که واقعا به حق انقلابی بودن، در 1777 گفتن آقا ما می‌خوایم دموکراسی ایجاد بکنیم، از پادشاهی می‌خوایم خارج بشیم، واقعا آدمای انقلابی بودن. ولی طول کشیده از 1777 تا 1850 که بگن آقا سیاها هم آدم هستن، سیاها دیگه برده نیستن، به عنوان سیتیزن حق رأی دارن. مثلا دوباره 50 سال دیگه طول کشیده بگن آقا غیر از مالکین هم حق رأی دارن. دوباره 30 سال دیگه طول کشیده بگن آقا زنا هم حق رأی دارن. اینا من که به دنیا اومدم سیاها حق سوار شدن اتوبوس تو آمریکا رو نداشتن. میخوام حواستون باشه که ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که این ماجرای حرکت به سمت ایدئال‌های دموکراتیک که تازه پیش نیاز ایدئال‌های رالزی و سنی است خیلی معاصره. در نتیجه اینطور نیستش که نه در اختیار من شهروند ایران یا کانادا یا در شهروند آمریکا همینطوری به قول معروف take for granted، یعنی چیز اینجوری نیستش که دست کنی از تو قفسه ورش داری. جزء تلاش هاییست که باید بکنیم. تلاشی که باید بکنیم این هستش که بله، در حال حاضر رسانه ها نقش شهروندان رو کاهش میدن، رسانه ها میتونن روی مغز مردم کنترل ایجاد بکنن، سیاست مدارا کسایی هستن که فرصت طلب هستن، ایدئال های خودشون رو مردم مطرح نمی کنن. ولی وظیفه من الان همین یه ساعت و نیم دو ساعتی که با هم دیگه حرف زدیم، وظیفه من و بابک تا حدی به هم دیگه به ما دیکته میشه. ما باید مطالب پیچیده رو برای شهروند منی که مثلا حقوق میگیرم که درس بدم، وظیفه من هستش که مسائل پیچیده رو طوری بکنم کن کسی که به قول تو 12 ساعت کار میکنه در روز 2 ساعت فقط وقت آزاد داره و 5 دقیقه شاید بتونه صرف مسائل سیاسی بکنه، یه کاری بکنم که نظرات رالز رو به سادگی بفهمه بدون اینکه لازم باشه کتاب رالز بخونه. شما که رشتت ارتباطاته باید کاری بکنی که ایدئال‌های آزادی رو برای مردم توضیح بدی و ازشون توجهشون رو به طرز زیبا، به طرز جذابی به این جلب بکنی که آقا مسئله سیاست فقط این نیستش که سیاست مدارای کلک و دو دوز باز و چی میگفتن تو ایران، میگفتن سیاست بی پدر مادره، پدر مادر نداره. غیر از این هستش که شما بفهمی که چی میخوای، یه ذره وقت صرف کنین یا با مردم گفتگو کنین فلان. این فهم ما مسئولیت رو دوش ما میذاره و این چیز حرکت به سمت ایدئال دموکراسی، ایدئال عدالت توزیعی، ایدئال آزادی‌های سنی، اینا یه چیزی نیستش که ما هدف اینا این بوده که ما فردا بهشون میرسیم. این هدف رالز و سن و همه اینا در این هستش که من و بابک اهداف مشترک پیدا بکنیم و اگر که ما دوتا الان 6 نفر پایین نشستن، تعداد افرادی که حرفای ما رو من و تو اگه با هم حرف می‌زدیم 2 نفر بودیم، الان 6 نفر، یعنی 3 برابر میشه تعدادمون. اگه هر کدوم از افرادی که حرفا رو ما رو میشنون همینجور 3 برابرش بکنن، بعد از 10 برابر 10 بار 20 بار 3 برابر شدن، یه دفعه می‌بینیم میلیون ها نفر به این ایده ها توجه پیدا میکنن و تغییرات اجتماعی صورت میگیره. قدم به قدم برای اینکه زن ها دارای حق رأی بشن یا فقط محدوده بهش میگن که اجازه بدن که همه مردم حق رأی داشته باشن، از 1770 تا قرن 20 200 خورده سال طول کشیده تا بشریت به این مرحله فیزیکی، یعنی فیزیبیلیتی، امکان پذیری و قدرت درخواست برسه که آقا به همه حق رأی مساوی بدین.
این مشکلات دیگه هم که نقد میکنن، آره بله وضع سیاست اینجوری همش کلکه نمیدونم فلان، بله خب هست دیگه، خب منظور ما نمیخوایم اینجوری باشه، در نتیجه من و شما و حسن و حسین و تقی با نیروها رو کنار هم بذاریم که ظرف این انتخابات بعدی به زنگاهای مختلف یه قدم به قدم در این جهت پیش بریم. اگر فکر کنیم که غیر از اینه، باید از اون کسی که با این مخالفه من میپرسم، میگم آقا شما پیشنهادت چیه، ما میخوایم به این اهداف برسیم، غیر از این که شهروندانی رو مثلا دموکراسی رو بدون داشتن شهروندان انگیج، من تز دکترام بوده سیتیزن رجب سیتیزن انگیجمنت، بدون شهروندانی که خودشون رو داخل سیاست بکنن، یعنی شهروندانی که حداقلش اینه که قدرتشون صفره ولی علاقه مندیشون صده، شما میتونی بگی آقا من قدرت اصلا ندارم ولی دائم دارم به این مسئله فکر میکنم که واسه راه حل پیدا کنم، بدون وجود یه شهروندی که حداقل به اندازه کافی وقت بذاره که بدون چی میخواد، خب من میگم این کار لازمه، رالز هم گفته لازمه، سر هم گفته که این شرایط باید فراهم بشه، شما میگی نه، شما پیشنهادتو بگو، باید به حرف اونام گوش کرد دیگه، من همیشه هم اتفاقا اوپن هستم، دوست دارم گوش کنم ببینم کسایی که چیزای دیگه میگن، مثلا رضا خان اگه بیاد ما از چه پسی برام هستش که این همه مشکلات رو حل بکنیم بدون شهروندانی که علاقمند باشن که مطالعه بکنن و خواسته های خودشونو ساختارمند بکنن، بعد از اینکه رضا خان اومد چجوری قدم بعدی چیه، اینو ازش میپرسم و میشنم گوش میکنم، خود همین سوالی که من بپرسم باز میشه طرف یک کمی فکر بکنه، شاید اصلا رالزی بشه پس فردا اونم. بسیار خوب، جمله جالبی گفتین، قدرت صفر علاقه صد و چگونگی استفاده از فرصت ها. به نظر شما شهروندانی که از باب سیاست های نظام احساس رنج لطمه دیدگی میکنن چنین روی کردی رو میپذیرن که حالا با تمام آنچه برشون گذشته وارد بشن و باز هم شانس خودشون رو امتحان بکنن؟ ببین اولا که باید رنج شهروندان رو همه ادمیت بکنن، یعنی اذعان بکنن که آقا کسی که داره تحت تحریم زندگی میکنه این انتظار رالز، برگردیم به صحبت‌های جلسه‌مون که ربطش مشخص بشه، انتظار رالز این هستش که شهروندان خردمندانه حرکت بکنن دیگه، خب کسی که زیر شکنجه است که خردمندانه رفتار نمی‌کنه که، در نتیجه آمریکا که ایران تحریم می‌کنه مشخصه که می‌خواد چیکار بکنه، و ما باید به این شهروندی که یعنی من باید به این شهروند، صاحبان قدرت در ایران هم باید به این شهروند احترام بذارم، من اگر که صاحب قدرت در ایران بودم از روزی که تحریم‌های ترامپ بود هر روز صبح میومدم برای مردم سخنرانی میکردم، گفتم آقا من واقعا به شما مدیونم، چقدر شما انسانهای والا و فریقده هستین که تا حالا نیومدین پوست منو بکنین، چقدر شما فهمیده هستین که حاضرین این تحریما رو و منو تحمل بکنین که ما بریم مثلا آمریکا، باید بفهمن که آقا این فردی که داره تحریما تحمل میکنه ازش قدردانی کنن، اگر طرف صبح به صبح میره تو خیابون به ضرب زور، میگن آقا یه آیه تو قرآن هست که افراد مؤمن باید روسری سرشون کنن، میگه آقا جان من مسلمان هستم به اسلام هم اعتقاد دارم ولی مؤمن هنوز نشدم طبق همین آیه های قرآن، شما یه کاری کنین که من مؤمن شم، به ضرب زور میخوان روسری سرش کنن، خب این آزرده میشه، میفهمه که آقا تقوا و پرهیزکاری به ضرب زور نیست، درست این آزرده میشه، این آزردگیشو باید ادمیت کرد، وقتی که ادمیت نمیکنن یعنی اذعان نمیکنن این مشکل ایجاد میکنه، قدم اول هستش که بله این آزردگی رو باید ادمیت کرده، ولی قدم دومم در تئوری تصمیم گیری این هستش که یک، من همیشه یه جمله‌ای رو از همسر فروغ فرخزاد، فامیلیش بود شاپور، اسمش کوچیکش الان یادم نمیاد، گفته بود که گربه بیش از همه در انتظار آزادی پرنده در بند است، اصلا کارش کاری کلماتور بود، یعنی کاریکاتور میکشید این شوهر فروغ فرخزاد با اون کاریکاتور کلماتی، میگه یک پرندهی در بند است و خب همه فکر میکنن که کاشکی که این پرنده رو آزادش بکنیم،
ولی اون گربه بیش از همه منتظره که این در باز شه، این پرنده بیاد بیرون بپره برنده رو بخوره. اینجا اون بحث خردمندانه مطرح میشه. اون پرنده در من که به قول تو داره آزار میکشه، ای کاش که آزاد بشه، باید یه طوری آزادش کنی که گربه نخورتش. به این میشه خردورزی. به اون ایدئال آزادی میشه ایدئالی که دنبالش میگردیم. حرکت وایز یا رشنال که اول صحبتشو کردیم که چه چیزی رشناله، حرکتی است که این پرنده رو از این بند آزاد بکنه ولی نخورنش. مردم مثلا جامعه هند در یه جامعه نابرابر دارن زندگی میکنن و بسیار نابرابری طبقاتی در هند بیش از ایران. خب حالا چون نابرابری طبقاتی بیش از ایرانه، باید یه کاری کرد که تو هند همین دموکراسیشون هم از دست بدن. نکته اینجاست، همه منتظرن که بلکه این دموکراسی هند کالاپس بکنه، همین هند هم به چهار تا بخش تقسیم بشه، که یه کشور قدرتمندی هم که تو جهان سوم هست به خاطر نابرابری طبقاتی که داره همین استقلال و قدرتی هم که داره از بین ببره. یک فرد خردمند هندی میاد میگه خب آقا ما به دموکراسی دسترسی پیدا کردیم، الان داره انتخابات میشه، انتخابات اون هم همچین ایدئال نیست، ثروتمندا توش نقش دارن، گروهای ناسیونالیست، ریسیست، فاشیست داریم، این واقعیته، ولی همین دموکراسی که در هند داریم از دموکراسی خیلی از جای دیگه دنیا بهتره، که خیلی هم بهش افتخار میکنم. حالا برای اینکه عدالت اجتماعی برقرار بشه باید یه راهی رو پیدا کنیم که از این بند بی‌عدالتی که بخوام خارجی گربه ما رو نخوره. نکتهش اینجاست، باید این شهروند آزردهی که من آزردگیشو درک میکنم رالزی فکر کنه، در بند رشنالیتی باقی بمونه، خردمندانه حرکت کنه که اون چیزهایی که داره موقعی که در رو میخواد باز بکنه اون چیزی که داره رو بازه کل حیاتش هم از دست نده. نکته اینجاست. ولی من معتقدم که بله حق با توه، بسیاری از مردم در ایران برخلاف اینکه خب صاحبان مملکت موظف هستن که نیان بگن بله ما تسلیم میشیم دیگه، شما ما رو تحریم کردین الان دیگه مردم بیچاره شدن، ما میگیم چشم، اونا نباید این حرفو بزنن. ولی ما باید، ما که شهروند هستیم باید حواسمون باشه که بله این تحریم ها مشکلات اقتصادی واسه مردم ایجاد کرده، این طرفی که داره با من صحبت میکنه این الان فرصت داستان سرایی فلسفی رالز و سن نداره و برای من و بابک این وظیفه رو ایجاد میکنه که وقت بذاریم طوری اینو ساده بکنیم که برای همون کسی که آزرده است و برای همون کسی که حالا یه چیز دیگه بگم، نه فقط این آزردگی مردم نیست که باعث بشه که تصمیم ناعادلانه بگیرن، همه ما به این در این خطر هستیم که یک راه حل‌های ایلوژنی یعنی خیالاتی ساده رو بپذیریم. فرض کن شما اصلا اقتصاددان نیستی ولی شدی رئیس جمهور، مثلا فرض کن مثال کانادا رو میذارم، معلم بودی الان شدی نخست وزیر کانادا. حالا یکی میاد بهت میگه که آقا ما برای اینکه اقتصاد رو بهتر بکنیم باید 8 تا اقتصاددان استخدام بکنیم، اینا ببینیم که مالیات رو چقدر بکنیم، نرخ بهره رو چقدر بکنیم، نمیدونم روی از شرکت ها چقدر مالیات بگیریم این حرفا. یکی دیگه میاد به شما میگه آقا نه خیالت راحت بشه، آدام اسمیت گفته شما اصلا دولت دخالت نکنه، این خودش خود به خود همه چی درست میشه. این فردی که الان مثلا معلم بوده اومده شده نخست وزیر در یه خطری وجود داره، خطر راه حل‌های جذاب و ساده برای مسائل پیچیده. این خطری که برای یک همچین نخست وزیری وجود داره که بره بگه ای پس دست بازار همه چی رو درست میکنه، پس من نرم تو این راه بدبختی که بخوام 20 اقتصاددان با ایدئولوژی‌های مختلف رو بذارم تو این کمیسیون، آزادش کنیم بره. همه سیاستمدارای دنیا در خطر این طمع هستند. همه قدرتمندا میگن آقا جان ما میخوایم مردم رو تشویق بکنیم که مثلا با تقوا بشن. خب تقوا چیه؟ یکیش هستش که روسری سرشون کنن. خب برید سر هر چاله یه نفر بذارین همه روسری سرشون کنن، در مقایسه با اینکه یکی دیگه میاد میگه خب ما برای اینکه همه روسری سرشون کنن باید انسان‌های رو درست بکنیم، الگو باشن مثل حضرت فاطمه، اینا بیان کارهای خوب بکنن، بعد کم کم ظرف 100 سال آینده همه علاقمند به تقوا و پرهیزکاری بشن. والا این یارو در خطر این قرار میگیره که آقا نه دیگه، خب این که خیلی راحت تره، یه سرباز میذاریم سر هر چهارراهی. این همین خطر شهروندا رو هم تهدید میکنه. اونجا نشستن یه نفر طرف به قول شما در تحریم از در بدبختی از در آزردگی و استیصال قرار داره،
سیاست مداره بیاد بهش میگه آقای مثلا ترامپ، من به شما اگر که ما تمام فلانا رو نابود بکنیم از همه قراردادهای بین المللی آزاد شیم، آمریکا برمیگردد به آمریکای بزرگ دوباره. خب این خیلی جذابتر ازش برای اون کسی که وقت نداره و هزار بدبختی داره و تازه از زندان مثلا اومده بیرون تو آمریکا، این حرف ترامپ خیلی جذابه. ما اگر که فلان کارو هیچ کاری نکنیم خود به خود خوب میشه. خب میره طرفدار ترامپ میشه تا اینکه بخواد بیاد بشینه حرفای مثلا آقای ایگلیتس اقتصاددان و فلان رو گوش بکنه که ما چه کارهای پیچیده کلم علاقه باید بزنیم تا مثلا تورم کاهش پیدا بکنه. فقط همین یه تورم بخواد کاهش پیدا بکنه. این شهروندم در خطر همین ساده انگاری هست که حالا ما اصطلاحا بهش میگن پاپولیسم. پاپولیسم نیست، این در واقع یک چیز فوندامنتال مغز بشریه که راه حل‌های ساده به خاطر اینکه انرژی کمی واسه فهمشون لازمه جذابن. اینه که طرف میاد میگه آقا جان بله من مثلا پول نفتو میبرم میذارم در خونه همه، بعد یکی ازش اون آدمه میگه که پس پول نفت میام بزنم در خونه من، خب خیلی خوب میشه. در حالی که خب باید یک اگه بخواد انرژی صرف کنه باید فکر کنه خب پس اگه پول نفتو بزنم در خونه همه، مثلا هزینه آسفالت اتوبانا رو کی میخواد بده؟ هزینه ساخته شدن کارخونه. خب آقای دکتر راه مقابله با این بیش‌سازی، این بیش‌سازی، بله راه مقابله با این بیش‌سازی که مقدمه برای تحمیق مردم یا به هر حال همون خطر پوپولیسم، این راه حلاش چیه؟ حالا به سادگی میشه پاسخ داد آگاهی بخشی یا خرد ورزی یا غیره. یه مقدار عینی تر به من پاسخ بدید. خب پاسخشو دادید، من مسئولیتش بگم به عهده کیه. این که بر همین آگاهی سازی، ایجاد تو مطرح کردن جوانب مختلف مسئله برای کسی که نه وقتشو داره نه حوصله‌شو داره و نه میزان آزردگیش به هر حدی هستش که میخواد در قفس رو باز کنه، به قول شاپور بپره بیرون از اون قفس، مسئولیت این که به این طرف بگه آقا جان طور این در رو باز کن که گربه نخورتت، بوده کیه؟ به عهده طبقاتی از جامعه هستش که این فرصت رو دارن و این آزادی رو دارن و این شانس رو داشته بودن، به قول رالز انداومنت رو داشتن که بتونن وقت صرف بکنن و این مطالب رو تجزیه و تحلیل بکنن، که میشه طبقات متوسط به بالای جامعه، تکنوکرات ها، تحصیل کرده ها، و تو هر جامعه ای که این قسمت از جامعه مسئولیت خودش رو به عهده گرفته و شهروند وظیفه شناسی بوده، اون جامعه کم کم گیله به خودش رو عذاب کشیده بیرون. و اگر توی جامعه فساد به طبقات الیت و طبقات الیت به معنی این نیستش که خیلی خوبن و ژن برتر دارن، یعنی کسایی هستن که به قول رالز انداومنت داشتن، شانس آوردن توی جایی به دنیا اومدن که الان طرف 8 ساعت بیشتر لازم نیست کار کنه، 8 ساعت وقت آزاد داره، این وقت آزادش میره اسکی، میره نمیدونم دنس، میره اینور اونور. این فرد به خاطر اینکه قدرت بیشتری تو جامعه داره، ممکنه دانشگاهی باشه، ممکنه صاحب کارخونه باشه، ممکنه روحانی باشه، ممکنه نظامی باشه، به هر دلیلی قدرت و فرصت اینو داره که وقت صرف بکنه. مسئولیت نجات اون پرنده در بند، مسئولیت نجات اون شهروند تحت تحریم به عهده منه. و علت اینکه الان وقت میذارم با شما صحبت میکنم این هستش که به این مسئولیت خودم واقفم. چند درصد مسئولیتم رو تا حالا انجام دادم؟ 1%. به قول انگلیسیش میشه guilty as charged. یعنی اگر شما بخواید منو متهم به ناکارآمدی بکنی، من قبول میکنم. و باید تمام ثروت، بسیاری از ثروتمندای ایران، بسیاری از قدرتمندای ایران، بسیاری از روحانیون ایران، هنرمندای ایران، اون کسایی که فرصتشو دارن که این وظیفه‌شون رو انجام بدن و به جاش میشینن گاسیپ میکنن، به جاش میشینن حرفای این و اون رو هی مثل قرقره تکرار میکنن، به جای اینکه بشینن اون وظیفه خودشون رو انجام بدن کارهای دیگه میکنن، مسئولیت رو دوششونه. من یه چیز دیگه که حالا غیر از رالزی بودن معتقد به یه فلسفه اخلاقی دیگه هستم که مسئولیت متناسب با قدرته. این فردی که الان شما مثالش زدی که آزرده و آسیب دیده و رنجیده هستش و قدرتش هم کمه،
چه از نظر رالز چه از نظر غیر رالز، یعنی خارج از مسئله رالزی. به نظر من مسئولیت کمی به عهده‌شه، مسئولیت به عهده‌ش هست. اگر قدرتش 10 برابر از من کمتره، مسئولیتش هم 10 برابر از من کمتره. اگر من نشستم توی یه اداره ای و مثلا حقوقم 20 برابر یه بدبختی است که میخواد بیاد یه مجوزی رو بگیره و اگه این مجوز رو بهش ندم اون بیچاره هیچ کاری نمیتونه بکنه، اینجا تفاوت قدرت وجود داره. مثلا قدرت من 100 برابر اونه. حالا من اگه از اون رشوه بگیرم و اونم به من رشوه بده، الان راشی و مرتشی از نظر دین هر دو گناهکارن. من الان بهتون میگم به نظر من خدا اون کسی که در موضع قدرت هست و هنوز رشوه میگیره رو 100 برابر بیشتر تو آتش جهنم میسوزونه. هر دوشون گناهکار هستن. اگر که اون کسی که ثروتمنده تریلیاردره، بهش گفتن آقا یه ساختمون میتونی بسازی 10 طبقه، میخواد بره به یه کارمند بدبخت شهرداری که حقوقش مثلا از 15 میلیون تومن میخواد رشوه بده که به جای 10 طبقه 11 طبقه بسازه، قانونا رو بذاره زیر پا. اینجا قدرت اون ثروتمنده حالا 10 برابر این رشوه گیرنده هستش. به نظر من خدا، عدالت، هر چیزی چی میگن، کارما، این فردی رو که 10 برابر قدرت بیشتری داره 10 برابر عذاب خواهد داد. هر دو گناهکار هستن، ولی گناه ها با هم دیگه برابر نیست. در نتیجه مسئولیت در مورد این مسئله هم که امروز با هم صحبت کردیم به نسبت قدرت، و هر کسی که تو جامعه قدرت بیشتری داره مسئولیت بیشتری هم داره. و نه من و نه شما، هیچ کدوم از ما اگه بشینیم موقع خواب قشنگ عادلانه فکر کنیم، میبینیم که اون شانسایی که تو زندگیمون آوردیم، تو جامعه ای که زندگی کردیم، لایف تراجکتوری که داشتیم، به تاریخ زندگیمون نگاه کنیم، میبینیم که به نسبت مسئولیت به عنوان شهروند داریم، مسئولیت خودمون رو به نسبت انجام ندادیم. و یکی از چیزایی که، یعنی یکی که نه، این واقعا یکی چیزای لازمه، چون نمیشه از اون فردی که آزرده هست انتظار داشت که تصمیم عاقلانه بگیره. خیلی من عنوان سوال آخر از شما بپرسم، با توجه به همون آزردگی که مطرح کردم و اون تاریخی که بر افرادی که به هر حال احساس میکنن که دیگه مشارکتشون تاثیر نداره، به هر حال اگر که وارد کارزاری بشن در واقع وارد بازی دیگری میشن، اینا همه نشون میده که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کرده، جامعه اتمیزه شده و پدیده‌ای به وجود اومده که شما که علوم ارتباطاتی هستی خیلی خوب میشناسیش، وارونگی افکار عمومی. این مسئولیت زمانی کار میکنه که یک کارخانه دار حرفش خیر عمومی تعبیر بشه از سوی او آزرده. اگر اینطور نباشه که برعکس کار میکنه. مثلا یک روحانی میاد میگه که فلان موضوع به خیر و صلاح شماست، بقیه میگن خیر، خب این صلاح ما نیست، صلاح توه. ببین این همون حالت وارونگی افکار عمومیه. برای این چه چاره میاندیشید که دیگه اتاقو به پایان برسونیم، چون ممکنه که ضبطش دیگه بپره؟ من نگران این هست. این در واقع تراست، اعتماد، یک چیزی هستش که برای رابطه اجتماعی خیلی مهمه که مثلا احزاب اعتماد عمومی رو جلب کرده باشن، رهبران سیاسی اعتماد عمومی رو جلب کرده باشن. و فقط هم در این حد نیست، پزشک شما باید اعتماد شما رو جلب کرده باشه تا دستوراتش رو انجام بدی، وکیل شما، اینا نوعی از ارتباطات هستش که درش اعتماد خیلی لازمه. و هر باری که یک جناح سیاسی به وعده خودش وفا نمیکنه، به قولهایی که میده وفا نمیکنه، به کل اون کشور داره صدمه میزنه. چون بعد از اون کسایی هم که واقعا صلاح مملکت رو میخوان و از اون گروهی هستن که واقعا میخوان که کمک بکنن به اون ضعیفترین قشر، اگر رالزی باشن مثلا، باز حرف اونا رو هم قبول نمیکنه و اندفعه اون ضعیفترین قشری که دنبال راه نجات خودش میگذره میگرده، اصلا بر اساس روش علمی حق داره که به اینا اعتماد نکنه. یعنی وقتی 100 بار بهش خیانت کردن، اصلا دیگه عاقلانه واسش نیستش که به یه افراد خائن اعتماد بکنه. این هستش که متاسفانه خیانت در امانت که یکی از گناهان کبیره هستش، و به نظر من یکی از راه‌های نجات ایران این هستش که همه دنبال این باشن که اول جلوی گناهان کبیره رو بگیرن و برای خیانت در امانت، خیانت در وکالت،
جریمه های سنگینی باید تامین میکنن تا از این مسئله جلوگیری بشه. این که خیانت در امانت رو مثل رشوه و دزدی و پورسان گرفتن و اینا گرفته تا دروغ گفتن، این بدون عاقبت باقی بمونه خیلی، اینم یه ویروس بسیار بدی است که به نظر من وجود داره در همه جوامع، در ایران هم بدتر از همه جا، که در واقع همینطور قولهایی داده شده ولی اون قولها عملی نشده. خب قول دادی قول عملی نشده، دو علت داره، یا دروغ گفته طرف یا شرایطش فراهم نشده. ولی این که پاسخ خوب باید باشه، بیاد به مردم بگه آقا مثلا من به شما این قول دادم، شما من به این علت شد که نتونستم به قول خودم وفا کنم، و اون بدنه جامعه رو اغنا بکنه که آقا بنده علت این که قولم وفا نکردم اینه. الان قول میدن و به اون قولشون وفا نه، در ایران، در آمریکا اوباما اومده بود گفته بود من که بیام گوانتانامو بیو میبندم، 8 سال حکومت کرد نتونست ببندتش، 10 سال بعد از اون هنوز بسته نشده. خب این معلومه که تمام مردم بدنه جامعه آمریکا کلا نسبت به نظام، بهش میگن دیپ استیت، نسبت به کل استیت آمریکا بدنه جامعه آمریکا بی‌اعتماده و حق هم داره که بی‌اعتماد باشه. حالا اونا مسئله آمریکاییاست، ما برای ایرانی ها باید یه کاری اگر میخوایم که ایران اصلاح بشه، یکی از اینه که سیاستمدارا و همه، هر کسی که مورد تراست قرار میگیره، من معلم هستم، مردم بچه‌هاشون میفرستن پیش من، من مردم پدر مادرها به من تراست کردن دیگه، من اگر یه اتفاقی افتاد نتونستم وظیفه‌مو انجام بدم، باید خودم رو پاسخگو بدونم. در خیانت در امانت گناه کبیر است، مثل حجاب نیستش که. اینو من باید برم چیکار کنم؟ هم جامعه باید سیستمای پیاده بکنه که کسی که خیانت در امانت میکنه گیرش بندازه، هم مردم باید به این مسئله حساس باشن. وکیل مجلسی که قول میده قولش اجرا نمیکنه باید ازش بازخواست بشه، اگر رشوه گرفت باید بره زندان، اگر نمیدونم اینا جدیه و تاثیر بسیار مهمی در آقا داره. این حرف شما در حال حاضر اگر به همین صورت باقی بمونه، روز به روز بی‌اعتمادی افزایش پیدا میکنه. اصلا اون راه حلی هم که من راجع به این که طبقه‌ای که فرصت و شانس بیشتری داشته بخواد به دیگران کمک کنه هم از بین میبره، چون اعتماد از بین میره. امیدوارم بزنید صحبتمون رو با یک چیز خوبی تموم بکنیم. امیدوار هستم که هنوز به اندازه کافی، و میدونم و میبینم که تو جامعه ایران آدمایی مثل آقای بابک آبدینی و غیره وجود دارن که صادقانه حرف میزنن، جوون هستن و هنوز آلوده نشدن، و این افراد من بسیار امیدوار هستم که و تحصیل کرده هستم و روز به روز هم جامعه تحصیل کرده تر شده، هم در 60 سال گذشته هم در 40 سال گذشته هم با سوادتر شده، و این و خیلی هم هستن که در فقر و فشار قرار دارن، خیلی هم هستن که این فرصت رو دارن، متاسفانه از فرصتاشون برای وظیفه شهروندیشون استفاده نمیکنن. من امیدوار هستم که همه شهروندان بهتری باشن، و اون کسایی که این صحبت من رو شما رو گوش میکنن به رالز هم بگروند و راه حل‌های عملی برای ایدئال‌های رالز پیدا کنن. خیلی خیلی ممنونم از شما. شنونده صحبت‌های آقای دکتر قاسمی نژاد بودیم، کارشناس علوم ارتباطات. ممنونم ازتون. مسابقه طولانی بود ولی امیدوارم که باز هم بتونم با شما صحبت بکنم، گفتگو بکنم. مسئله زیادی باقی موند که در فرصت‌های بعدی از شما قول میگیرم در خدمتون باشم. دوستان عزیزی هم که گوش کردن، ما این اتاق رو به عنوان استودیو استفاده کردیم، یعنی میخواستیم ضبط بشه و باقی بمونه. احتمالاً دوستان دیگه ای به ما کمک خواهند کرد در واقع انتشار این محتوا و پیدا کردن قسمت‌هایی از این گفتگو که به درد این روزها میخوره. بله، باید کوتاهش کرد و در واقع به مقدار منیجبل بشه گوش کردنش، همه این مطالب رو. بله، خیلی ممنون بابک جان از این گفتگوی خوبی که با هم دیگه داشتیم استفاده کردم. متشکرم. در حین گفتگو آدم فکرای خودش هم استراکچرتر میشه، اینطوری نیستش که طرف مخاطب گفتگو، خیلی در گفته ها تأثیر داره. من خوشحالم که شما رو میشناسم. سپاسگزارم. شب و روزتون خوب باشه. مطمئنم که به هر حال وقت گذاشتید و اون 1% رو به قول خودتون پر کردین تو روزهای آتی،
منتظر 99% کنش شما هستیم. بله، از همه شنوندگانم هم تشکر میکنم. مرسی، خدا نگهدار همگی.